علمای بحرین با صدور بیانیه اقدامات حکومت این کشور برای جلوگیری از برگزاری مراسم عزاداری را محکوم کردند در بیانیه علمای بحرین آمده اقدامات حکومت بحرین برای جلوگیری از برگزاری مراسم عزاداری اقداماتی کورکورانه است که به تدابیر احتیاطی پزشکی هیچ گونه ارتباطی ندارد و هیچ توضیحی منطقی جز سیاست فرقی و هدفگیری سیستماتیک امور مذهبی که هر ساله شاهد تشدید روند آن هستیم ندارد. علمای بحرین افزودند، هدف از چنین اقداماتی تحمیل سلطه سیاسی بر ویژگی های مذهب و عقیده و عقاید دینی در راستای قانونی کردن آن بر اساس دستورالعمل و خواسته ظالمانه حکومتی و مصادره فضای محدود باقیمانده برای برگزاری مناسک دینی است در حالی که این موضوع مبالغه در فساد و اوج بیعدالتی و استبداد است وگرنه احتزاز پرچم امام حسین علیه السلام و یا پلاکاردی با محتوای دینی چه آسیبی به حکمرانی حکومت میرساند و اصلا چه ارتباطی با کرونا دارد این علما با اشاره به اینکه چرا حکومت بحرین به بهانه اقدامات پیشگیرانه از کرونا در برابر برگزاری مراسم اعضاداری محدودیت ایجاد می کند و اقدام به احضار موکبداران و مسئولان حسینی ها می کند تأکید کردند اگر در تعقیب تخلفات پزشکی صادق بودید آن را در روز روشن در اماکن دیگری که میشناسید جستجو می کردید در پایان این بیانی آمده ما تجاوز به مناسک و آزادی دینی را محکوم می کنیم و خواهان توقف فوری چنین تعدیها و توقف سیاست سیستماتیک برای سرکوب دینی هستیم